و چند تا نمونه کار رو ادامه بدیم تا یه مقدار روان‌تر بشه. مثلا من میگم I'm supposed to study for my exam. Okay? I am supposed to. این am جایگزین اون to be هست. بعد supposed to. بعد study. Study ساده اومد. Okay? این از فرمولش. این از ساختن جملش. اما معنی که توی جملمون میاد چیه؟ من باید بخونم. و این بایده یه چیزی نیست که من بهش رسیدم. در واقع یک چیزیه که من میتونم بگم حالا در حالت یکم بیمیلی مثلا دارم میگم. چون نیروش خارجیه. اگه من مثلا بخوام بگم من به این رسیدم که باید بیشتر بخونم و بخونم مثلا این اون بگیم موتیویت شدم، اون به هیجان اومدم و میخوام این کار رو انجام بدم و الان خودم مثلا به این رسیدم، اون وقت میگم I should, I'm going to. از I am going to استفاده میکنم. من این کار رو میخوام بکنم و این یعنی منم که دارم به این رسیدم و به این شغل هیجان رسیدم. اما وقتی میگم I'm supposed to study for my exam یعنی باید برای امتحانم بخونم و این یعنی از بیرونیه. اگر میخوام به فلان چیز برسم، اگر بخوام اینو زودتر تمامش کنم، یه نیروی بیرونیه. و من به این ترتیب وقتی اینها رو میدونیم خب خیلی بهتر ازشون استفاده میکنیم. مثلا از وقتی میخوام بگیم که این با اشتیاق خودم دارم کار انجام میدم، اونجوری میچینم جمله رو. وقتی میخوام بگم که مثلا این از یه اجباریه، یه کاریه که به هر حال باید بخوام نخوام باید انجامش بدم، از supposed to استفاده میکنم. پس میتونیم مزه جملمون رو عوض کنیم با آوردن اون going to, should, must یا supposed to. و جمله رو حالا میتونیم به نظر میاد یه جمله است، اما میتونیم جمله رو با رنگ‌های مختلف بسازیم با توجه به اینکه منظورمون چی هستش. اوکی okay. یا مثال بعدی حالت منفیش، مثلا you are not supposed to be here. بازم میبینید بی رو دارم میارم چون بعد از supposed to اومده باید بی بیاد. You're not supposed to be here. تو نباید اینجا باشی. مثلا کسی جایی خطرناکی براش و ما میگیم که تو نباید اینجا افتاده بشی، اینجا نباید کسی ببیندت. You are not supposed to be here. اوکی okay. به این ترتیب اون طرف رو از خطرش حالا ما مثلا متوجهش میکنیم، آگاه میکنیم. یا مثلا میگیم که این قرارمون نبوده، مثلا بر اساس اون قراری که ما داشتیم یا هر چیزی، شما نباید اینجا الان باشید. You are not supposed to be here. این حالت منفی با supposed to. یا مثلا ما میگیم He's supposed to come back. یعنی اینو پرسشیش کنیم. مثلا پرسشی هم خب همون حالتو داره. He is supposed to come back tonight یا today. خب این He is میگیم is he. خب این که پرسشی کردنش وقتی که فعل کمکیه to be رو در جمله داریم، خب میدونیم به چه ترتیب جمله سازی رو جمله رو پرسشی میکنیم. اگر درس ها رو دیده باشید میگیم is he. خب is he supposed to, is he supposed to come back tonight, is he supposed to come back tonight. این فرق داره با زمانی که ما میگیم که will he come back tonight, will he come back tonight. وقتی دوتاشو میذاریم کنار هم، الان متوجه به توضیحاتی که دادیم خودتون میتونید بهش فکر کنید. اگه بخواید ویدیو رو نگه دارید میتونیم تحلیل کنیم بفهمیم که جمله ها تفاوتشون چی هست. یکی میگه Is he supposed to come back tonight؟ و اون یکی میگه که Will he come back tonight؟ وقتی ما میگیم Is he supposed to come back tonight؟ یعنی که قراره برگرده، مثلا توی قراردادش هست یا با هم ست کردید که بیاد یا قول داده برگرده، برنامه‌مون این شده. این بستگی داره به مالا اینکه مثلا ارتباط چی هست. ارتباط مثلا یه توی شرکت و اینها هست، باید مثلا به قرارداد چک کرد یا نه، مثلا اصلا قرارداد بین دو تا آدمه، مثلا این قراره که برگرده. حالا قرار در هر حدی که هست، وقتی قراری بر این موضوع گذاشته شده باشه، اون وقت ما از supposed to استفاده میکنیم. اما وقتی من میگم که will he come back، اون وقت دارم میگم که برمیگرده، یعنی ایمیل رو داشته، من اون دیگه به خود فرد ربط داره نه به قرار. مثلا گفته برمیگردم یا دوست داره برگرده یا برنمیگرده یا میتونه برگرده یا نه، این دیگه به اون supposed to، اون حالت اجباری خارج از اون فرد، خارج از اون هی ربط داره. اوکی okay؟ این هم از این موضوع.